این هفته حقایق فناوری باتری، واقعیت‌های شارژ خودروی برقی و توانایی‌های عکاسی با گوشی. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. در سراسر دنیا دولت‌های مختلف اهداف بلند پروازانه ای رو در نظر گرفتن تا تأثیر منفی حمل و نقل بر محیط زیست رو تا حد ممکن پایین بیارن. مثلا اتحادیه اروپا اعلام کرده در 30 سال آینده تولید گاز گلخانه ایش رو 80% پایین میاره. بخش بزرگی از این برنامه مربوط به خودروهای برقیه. بریتانیا اخیراً اعلام کرده قصد داره تا سال 2030 فروش خودروهای تمام بنزینی یا تمام دیزلی رو متوقف کنه. خلاصه این که به نظر میرسه در سالهای آینده هممون باید سوار خودروهای برقی بشیم. به همین خاطر برای این برنامه تصمیم گرفتیم بریم جایی که در آینده خودروهای برقی اروپا تعیین کننده است. منطقه کورنوال در بریتانیا به خاطر ماهی‌هاش، گردشگری و چشم‌اندازهای خیره‌کننده‌اش معروفه. اما این مکان در دوره‌های طولانی از تاریخ معاصر مرکز صنایع معدنی بوده. از نقره، روی و مسی که از اینجا استخراج می‌کردند برای گسترش امپراتوری بریتانیا استفاده می‌شد. در یک دوره در اوایل قرن 19 این منطقه بزرگترین تولید کننده مس در جهان بود. اما به مرور که همه چیز جهانی شد، صنعت معدن کورنوال نتونست به لحاظ قیمت تمام شده با رقبای بین المللی رقابت کنه و معادنش بسته شد. اما حالا همه چی داره دوباره عوض میشه. تو این منطقه لیتیوم کشف شده. همون لیتیومی که توی باتری گوشی همراه و کامپیوتر و خودروی برقی به کار میره. بعضی معتقدند بهترین نقطه اروپا برای عرض این عنصر کورنواله. موضوع رو با یک سفر اکتشافی دنبال میکردیم و اولین تک سنگی که اندرو از زمین برداشت توش در حد سنگ معدن لیتیوم داشت. شرکت لیتیوم بریتانیا در حال امکان سنجی در کورنواله. برنامه‌شون اینه که به محض یافتن یک رگه غنی گرانیت لیتیوم میکا، یه معدن روسی روباز مثل این بسازن. از قضا رد پای معدن خیلی ناچیزه. معدنی که ما پیشنهاد کردیم میتونه معادل 1/3 کل نیاز لیتیوم بریتانیا رو تأمین کنه. اونم با این فرض که کل صنعت خودرو از موتور احتراق داخلی تبدیل بشه به برقی. ضمن اینکه خود منطقه استخراج کوچیکه، خیلی کوچیکتر از این بیشتر ساخت و ساز مال پالایشگاه خواهد بود. طبعا این امتیاز بزرگیه که کشوری بتونه به جای واردات محصول خودکفا بشه، ولی در مورد خاص باتری علت مهم دیگه هم هست که لزوم تولید داخلی رو توجیه میکنه. باتری‌های لیتیوم هم گنده و سنگینن، هم حمل و نقلشون خطرناکه. باتری تسلای مدل اس حدود 500 کیلوه، یعنی بخش بزرگی از خودرو. در نتیجه تولید کننده های باتری میرن جایی که تولید کننده خودروی برقی هست. اگه یه خط تولید تسلا رو در نظر بگیرین، فلز و مواد شیمیایی مختلف از یک طرف میان تو، از اون طرف خودرو میره بیرون. حالا اگه ما بخوایم در بریتانیا صنعت خودروی برقی داشته باشیم، باید صنعت باتری هم داشته باشیم. اما چیکار میتونیم بکنیم که صنعت تولید باتری لیتیوم رو به بریتانیا جذب کنیم؟ یکیش اینه که تنها منبع محلی یکی از اجزای اصلی خودرو در اروپا باشیم. در سراسر اروپا هیچ کس چنین چیزی تولید نمیکنه. در نتیجه ممکنه با شدت گرفتن آتش اروپا برای لیتیوم، موقعیت کورنوال هم حساس‌تر و حیاتی‌تر بشه. تقاضا برای لیتیوم در بریتانیا و کل جهان در چند سال آینده به شدت بالا میره. طبق محاسبات ما تا سال 2035 نیاز به 5 برابر لیتیومی خواهد بود که الان استخراج میشه. افزایش کمی نیست.
منتها در مقطع فعلی شرکت‌هایی مثل لیتیوم بریتانیا همچنان دنبال اینن که بفهمن لیتیوم کجاست. سابقاً تمام لیتیوم از حوضچه‌های آبی برداشت می‌شد، یعنی آب رو از عمق زمین پمپ می‌کردن به سمت بالا و بعد حوضچه‌های عظیمی که تشکیل می‌شد رو رها می‌کردن تا خشک بشن. بعد از نمکی که به جا میموند لیتیوم می‌گرفتن. منتها این شیوه در حال تغییره. در حالی که صنعت لیتیوم داره رشد می‌کنه، حوضچه‌ها نمی‌تونن به این نیاز جواب بدن. 10-20 سال باید آب تبخیر بشه تا بشه کار رو شروع کرد. در نتیجه دنیا داره میره سراغ برداشت از سنگ سخت، شیوهی که پیشروی اون غرب استرالیاست و حالا سنگهای سخت غیر معمول جاهای دیگه هم داره فراگیر میشه، از تسلا در نوادا تا باکاده هواچی در مکزیک و همینطور جمهوری چک و البته کورنوال با این گرانیت لیتیوم میکا. اولین مرحله اکتشاف اینه که باید با مته الماس یه تعداد سوراخ ایجاد کنی که ببینی چی توی اون زمین هست، نه فقط روی سطح بلکه در عمق. بعضی از این سوراخ‌ها هم 200 یا 300 متر عمق دارن. مته الماس یه میله شبیه این داره که دو کار میکنه. اول اینکه میره پایین و یه ارزیابی تحلیلی از وضع محتوای لیتیوم به دست میاره. ولی علاوه بر این برای ثبت و ضبط اکتشاف‌ها هم خوبه. لیتیوم استرالیا حدوداً دو برابر خالص‌تر از مال اینجاست. ولی اونجا در عمق 3 تا 6 متری پیدا میشه، در حالی که اینجا حدود 120 متر پیوسته معدنکاری میشه. برای اینکه راحتتون کنم، این تک سنگ اونقدر لیتیوم داره که به استخراجش بیارزه. باید سنگ رو بفرستن تحلیل. تازه قبل از اون هم زمینشناس گروه باید میکاش رو خارج کنه. این یه پگماتیک لیتیوم میکاست با تکه های خیلی زمخت لیتیوم میکا. قاعدتا باید بتونیم این تکه های میکا رو در بیاریم. در حال حاضر ابعاد این عملیات کوچیکه، برای اینکه همچنان دارن دنبال بهترین نقطه برای معدن میگردند، به این شکل که بررسی میکنن تا ببینن کدوم سوراخ بیشترین لیتیوم رو داره. در این مرحله باید تکه‌های خرد شده از هر هسته رو به طور جداگانه کیسه کنند و بفرستن آزمایشگاه. جوابی که میاد معلوم میشه کدوم نقطه بیشترین لیتیوم رو بیرون داده و اینجاست که میفهمن موفق بودن یا نه. این روزا تقریبا اغلب خودروسازان بزرگ دنیا دنبال تولید خودروی برقی هستن. بعضیشون فقط خودروی برقی قراره تولید کنند، بعضیشون خودروهای دوگانه سوز مثل برقی بنزینی و برخی هم هر دو مدل رو تولید میکنند. این BMW دوگانه سوز خودش مسیر رو در نظر میگیره و در یک مکان مشخص به طور خودکار از بنزین میره روی برق. در این مورد خاص این مکان درست لحظه‌ای که وارد محدودیه طرح ترافیک میشیم. به نظر بیشتر کسانی که خودروی دوگانه سوز می‌خرن ترجیح میدن تا جایی که ممکنه از برق استفاده کنند، یعنی یه جوری تنظیم می‌کنند که همیشه روی برق باشه مگر اینکه مسیر خیلی طولانی بشه. ممکنه این ماجرا کلاً یه نمه تقلب به نظر برسه، ولی احتمالاً باعث میشه هوای شهرها کمتر آلوده بشه. طبعاً حسن خودروی دوگانه سوز اینه که دیگه برای مسیرهای طولانی لازم نیست نگران شارژ کردن باشی. خرید خودروی برقی در اغلب نقاط دنیا تقریبا با سرعت زیادی داره افزایش پیدا میکنه، اما به عنوان کسی که نزدیک به 5 سال از خودروی تمام برقی داره استفاده میکنه، بهتون توصیه میکنم قبل از خرید خودروی برقی به این نکاتی که میگم دقت کنید. مسافتی که خودروی برقی با باتری پر میره در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده. الان خیلی از مدل‌هایی که در بازار موجوده تبلیغ می‌کنند که با یک بار شارژ حدود 450 کیلومتر میرن. همه خودروهای برقی میگن به اندازه چند کیلومتر دیگه شارژ دارن، ولی عددی که نشون میدن به ندرت دقیقه. If you're a smoother driver, you'll definitely benefit. کسی که رانندگیش ملایم و روونه قطعاً به نفعشه که خودروی برقی بخره. ولی به جز رانندگی، آب و هوا هم روی برد خودرو اثر میذاره. هوا که سرد باشه خودرو مسافت کمتری میره. توی اوج زمستون ممکنه بین 20 تا 25 درصد کمتر بره. یه عامل دیگه هم وزنه. اگر بار سنگین داشته باشی برد خودرو تا همون حدود 25 درصد کم میشه.
البته اگه مسافت طولانی تر باشه و باتریتون تموم شه، خیلی از پمپ بنزین ها حداقل توی بریتانیا دیگه شارژر خودروی برقی هم دارن. بعضیاشون حتی شارژر سری دارند. البته سری برای خودروهای مختلف نسبیه و معانی متفاوتی داره. موضوع فقط این نیست که پمپ شارژ چقدر سریه. سرعتی که میتونه شارژ بشه هم در خودروهای مختلف فرق میکنه. بیشتر بزرگراه‌های اینجا شارژ‌های 50 کیلوواتی دارند. یک خودروی برقی معمولی مدل جدید اگه نیم ساعت با یکی از این شارژرها شارژ کنه حدود 150 کیلومتر میره. یک نکته دیگه، باتری خودروهای برقی فقط تا یک حدی میتونه سریع شارژ بشه. وقتی 80%ش پر بشه، برای محافظت از باتری خود به خود سرعت شارژ میاد پایین. اگه بخوام با خودرو مسافت طولانی برم، اول باید بررسی کنم شارژر توی مسیر کجا هست و کار میکنه یا نه. تازه باید گزینه‌های مختلف رو در نظر بگیرم. اگه یکیش خیلی شلوغ بود، برم سراغ یکی دیگه. گاهی پیش میاد که میرسی به پمپ و میبینی شارژر درست کار نمیکنه یا اشغاله. ناچاری بری سراغ گزینه بعدی. بنابراین اگه با خودرو برقی میخواید مسافتی طولانی برید، حتما باید برنامه ریزی کنید. ولی اگه نزدیک بزرگراه میرید و محدودیت زمانی هم ندارید، قاعدتا نباید مشکلی پیش بیاد. توی مناطق غیر شهری جا انداختن انقلاب خودروهای برقی سخت‌تره. بعضی از زیرساختای شارژ خودروهای برقی رو با زیرساختای اینترنت پرسرعت مقایسه میکنن. الان بخش خصوصی در حجم زیاد روی ساخت نقاط شارژ سرمایه گذاری کرده، ولی تمرکز بیشتر روی مناطق شهری بوده که شرکت ها میدونن سود میکنن. در مناطق غیر شهری که جمعیت پراکنده تره، سرمایه گذاری سود چندانی نداره، در نتیجه برای این شرکت ها هم اولویتی نداره. برای اینکه مردم به خودروی برقی اعتماد کنند، لازمه که زیرساخت‌ها در کل کشور موجود باشه. اگه این اتفاق نیفته، باز هم ممکنه مناطق غیر شهری از قافله عقب بمونند. یکی از عللی که مالکیت خودروی برقی گسترده‌تر نشده قیمته، ولی روند در سال‌های اخیر طوری بوده که الان خودروی برقی از خودروی بنزینی ارزان‌تر در میاد. ما سعی کردیم ارقام رو بر اساس خودرویی با برد متوسط ساده کنیم. بازه زمانی هم 4 ساله بوده. مدل برقی خودروی کنای هیوندایی به نسبت مدل بنزینیش حدود 40% گرونتره. اما ارزش مدل برقی با گذشت زمان کمتر افت میکنه. هزینه جاریش کمتره و عوارض و مالیات هم نداره. ضمن اینکه هزینه برق باتری احتمالاً حدود 1/4 خرج بنزین میشه. خودروهای برقی گرونن، ولی اگه یه کالای دیگر رو در نظر بگیرین، مثلا موبایل، یه گوشی هوشمند متوسط حدود 500-600 پونده، ولی شما یه جا پول رو نمیدی، عوضش به طور ماهانه یه رقمی میدی که توش قیمت گوشی و بیمه و هزینه پیامک و داده و همه چی حساب شده و مصرف کننده هم راضی تره که برای کل خدمات پول بده. برای خودروهای برقی هم میشه همین کار رو کرد، یعنی یه هزینه ماهانه باشه که بیمه و خدمات و نگهداری و مصرف برق همه درش احتساب شده باشه. کاملا ممکنه آینده خودرو اینجوری باشه. این هفته اپ ویدیویی تیک تاک اعلام کرد با بستن قراردادی با سامسونگ در اروپا، روی تلویزیون‌های جدید این شرکت در دسترس قرار خواهد گرفت. شرکت چینی ایهانگ با گرفتن یک مجوز بلند مدت راهش رو به اروپا باز کرد و اجازه پیدا کرد هواگردهای خودرانش رو در اتریش آزمایش کنه. و فیسبوک اعلام کرد با اجرایی شدن برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کاربران بریتانیایی رو تحت پوشش توافقاتش با آمریکا قرار میده. هرچند به گفته این شرکت قوانین حریم شخصی تغییر نخواهند کرد. یک حلقه هوشمند ممکنه بتونه آلودگی به ویروس کرونا رو قبل از بروز نشانه‌های بیماری در فرد تشخیص بده. تحقیق روی 65 هزار نفر که از اورارینگ استفاده می کنن ممکنه نشون بده آیا ثبت تغییرات خفیف دمای بدن به تشخیص زود هنگام کرونا کمک می کنه یا نه. زوکس، شرکت سازنده ماشین های خودران که ماه ژوئن توسط آمازون خریداری شد، از نخستین تاکسی خودرانش رو نمایی کرد. سرعت این تاکسی تمام الکتریک و خودران حد اکثر 120 کیلومتر در ساعته و میتونه به هر سمتی حرکت کنه، یعنی جلو بره، عقب بره یا از پهلو به پهلو حرکت کنه.
و در آخر این شما و این گروه کور کریسمس هوش مصنوعی گوگل. چهار عضو گروه بلاب اپرا به لطف هوش مصنوعی با 16 ساعت از آوازهای واقعی اپرا آموزش دیدن تا بتونن صداهای کاملا جدیدی تولید کنن. یک مدل یادگیری ماشینی هم به اونها برای اجرای هارمونی ها کمک میکنه. امکانات گوشی‌های پرچم‌دار را از نظرات مختلفی میشه مورد بررسی قرار داد. اما یکی از دلایل انتخاب گوشی برای افراد مختلف قدرت عکاسی و فیلم برداریشه. همکارم سعدی آری چند تا از گوشی‌ها را از این نقطه نظر بررسی کرده. چهار تا از گوشی‌های پرچم‌دار جدید. این هفته میخوام دوربینای چهار تا از گوشی‌های جدید رو با هم مقایسه کنم تا ببینم هر کدوم چطور عکس میگیرن و تو چه زمینه بهتر عمل میکنن. آیفون 12 پرو مکس، گوگل پیکسل 5، هواوی میت 40 پرو و آیفون 12 مینی. من عکس این انها رو گرفتم تا ببینم هر کدوم از این دوربینا رنگ رو چطور پردازش میکنن. همینطور که میبینین تو این زمینه دوربین اپل از هواوی خیلی بهتره. میگن دوربین آیفون مینی 12 و آیفون بزرگه با هم یکیه. حالا بیاین نگاهی بندازیم به لنزهای واید و کلوز آپ این دوربینا. در سالهای اخیر خیلی مود شده که یه لنز سوپر واید رو بذارن تو گوشی، ولی من تلفوتو رو ترجیح میدم چون نزدیک شدن به یه چیز سخت‌تره تا دور شدن ازش. همشون سوپر واید دارن ولی فقط این بزرگا کلوزآپ یا تلفوتو دارن که خیلی به درد میخوره. اینجا من یه خود هواوی رو زیادی زوم کردم و دیجیتال زوم شده. در عمل اینجوریه، این قاضی رو یکی در پارک در فاصله 2 متری گرفته. این نزدیکترین حالتشه که میشد بدون زوم دیجیتال گرفت. این هم زوم 2.5 آیفون 12 پرو مکس. ولی ببینین دوربین هواوی چه محشره. قاضی خیلی جلوی دوربین جست گرفته بود. این سنجاب هم با هواوی گرفته شده. آدم باورش نمیشه که با دوربین گوشی گرفته شده. و راستش زومش بقیه دوربین را از رو میبره. همینطور که میبینین عکسای پورتری آیفون 12 پرو مکس بیشتر زوم شدن چون برای پورتری آیفون به طور خودکار از لنز تله استفاده میکنه. برای امتحان این گوشی ها در تاریکی رفتیم به چند جا. شبا تو لندن پرنده پر نمیزنه. ما رفتیم به ساختمان تیت بریتن که برای فستیوال دیوالی چراغونی شده بود. اینا رو با سوپر واید گرفتم. اینا با لنز واید گرفته شدن. هر دو آیفون تصاویر خوبی گرفتن. پیکسل هم بد نبود ولی یه خود نویز داره و گرینیه. متاسفانه هم آیفون هم پیکسل نتونستن از پس انعکاس نور بر بیان و دور بر منابع نور کلی دنباله ثبت کردن. بعضی وقتا خیلی هم بد نیست و یکم عکس رو هنری میکنه، ولی هواوی این مشکل رو نداره. برای مقایسه در شب گوشی من فقط اینو میگیره. ولی این چیزی که آیفون 12 پرو مکس بدون حالت شب تونسته ثبت کنه و آیفون 12 مینی نتونست بدون نایت مود یا حالت شب چیز خوبی بگیره. پیکسل تقریبا از پس این کار بر اومد و میت پرو هواوی هم مثل آیفون بزرگه بدون نایت مود خوب گرفت. آیفون 12 پرو مکس یه ترفند دیگه هم میزنه و از حسگر لیدار استفاده میکنه تا در تاریکی عمق رو بسنجه و بهتر بتونه فوکوس کنه و پس زمینه رو محو کنه.
حالا بیاین کیفیت لرزشگیر یا استیبلایزیشن رو موقع فیلم برداری ویدیویی ببینیم. آیفون 12 پرو مکس یه سیستم جدید برای گرفتن لرزش داره. بهش میگن سنسور شیفت استیبلایزیشن. در واقع سنسور دوربین رو جابجا میکنه تا تاثیر لرزش دست شما رو جبران کنه و راستشو بخواین عالی عمل میکنه. ولی در امتحان من هواوی بهتر بود. تو این ویدیوها که در حال دویدن گرفته شدم پرو مکس کم لرزش ترین ویدیوها رو گرفت. البته کیفیت گوشی فقط به کیفیت دوربینش و عکساش نیست. نکته مهم اینه که هواوی به خاطر تحریم تجاری آمریکا هنوز به خدمات گوگل پلی دسترسی نداره و از خیلی از اپ‌های محبوب توش خبری نیست. ولی اگه بخوام این گوشی‌ها رو با دوربینشون قضاوت کنم، هواوی رو به خاطر ثبت جزئیات بیشتر و لنزش تحسین می‌کنم و اپل رو به خاطر تولید فوق‌العاده خوب رنگ‌های طبیعی در عکس‌ها. برگردیم به ماجرای خودروهای برقی. در آینده ممکنه که باتری لیتیوم علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز خودرو برای انرژی داخل خونه هم استفاده بشه. در بخش بعد گزارشی داریم از طرح آزمایش نیسان برای استفاده از باتری‌های خودرو به عنوان یک نیروگاه مینیاتوری توی خونه. ایشون دیویده. با خانوادهش نزدیک لوتون در بریتانیا زندگی میکنه. یک خودروی برقی هم داره. اما برخلاف اکثر مالکان خودروی برقی، دیوید از باتری خودرو به عنوان منبع انرژی برای تامین برق خونه هم استفاده میکنه. من برای طرح آزمایشی از خودرو به سیم برق داوطلب شدم و کاملا الگوی مصرف برق ما رو عوض کرده. دیگه لازم نیست شبها چیزی رو روشن بذارم. کل ماجرا در یک شارژر خلاصه میشه که روی دیوار خونشه. این شارژر جریان برق رو جوری تبدیل میکنه که هم بشه برای خودرو استفادهش کرد هم برای تامین برق خونه. دیوید هر شب مقدار برقی رو که میخواد از شبکه برق بخره تا صبح بتونه خودروش رو راه بندازه تعیین میکنه. برنامه زمانی هم میتونی بهش بدی. یعنی مثلا من میگم از 6 صبح به اندازه‌ای که بتونم با خودرو برم سر کار و برگردم برق لازم دارم. فرداش که از سر کار برگشت، هرچی برق توی باتری خودرو مونده باشه با همون شارژر تبدیل میشه تا توی خونه ازش استفاده بکنند. خلاصش اینه که برقم خیلی ارزون در میاد. هر کیلووات ساعت حدود 15 پنس میدم. ولی وقتی که از خودرو برمیگردونم به شبکه، برای هر کیلووات در ساعت 31 پنس میگیرم. در واقع دیوید انرژی رو توی ساعت خلوت که ارزون‌تره میخره و توی باتری خودروش ذخیره میکنه و توی ساعت اوج مصرف که گرون‌تره میفروشه. مجری این طرح آزمایشی شرکت OVOه، ولی فعلا فقط روی بعضی خودروهای برقی نیسان کار میکنه. اینجوری توی ساعت اوج که بچه ها از مدرسه میان و کامپیوتر و موبایل رو میزنن به برق، حتی اگر همه چراغ ها رو هم روشن کنن مسئله ای نیست. آخر روز هرچی مصرف نشده باشه فروخته میشه به شبکه برق. روی هم رفته دیوید سال پیش بین 700 تا 900 پوند سود کرده، هرچند که بیشتر مشتری های این طرح آزمایشی نزدیک 300 پوند در سال سود میکنند. اما این طرح فراتر از آزمایش چقدر عملیه؟ تمامش بستگی داره به متولیان این ماجرا در بریتانیا و البته خزانه داری که تعیین کنن هر کس به چه قیمتی میتونه برق بفروشه. اگه مثلا نمونه نیروگاه برق هینکلی پوینت رو در نظر بگیریم که احتمالاً حدود 20 میلیارد پوند خرج برمی‌داره، اگه مجموع کل خونه‌های کشور یعنی 20 میلیون خونه تو ساعات اوج از این فناوری استفاده کنن و برق از شبکه سراسری نگیرن، ممکنه اصلا نیازی به ساخت یه نیروگاه هسته‌ای دیگه نداشته باشیم. بنابراین مسئله تبدیل میشه به یه حساب ساده. آیا حاضریم اونقدر مشوق برای مردم بذاریم که هزینه یه نیروگاه هسته‌ای در بیاد؟ ولی برای مشتریانی مثل دیوید که برای طرح آزمایشی داوطلب شدن، این طرح هم به دلیل اقتصادی جذابه هم به دلیل محیط زیستی. به نظرم خیلی بده که 90% خودروها در 90% مواقع بیکار افتادن. حسن خودرو برقی اینه که یه وسیله عظیم ذخیره انرژی دم در خونت خابیده. آدم این همه پول داده برای یه خودرو، چرا در مواقع بیشتری ازش استفاده نکنه به جای اینکه همین جوری بیکار یه گوشه افتاده باشه؟
خب به پایان برنامه این هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به دست ما برسونید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.